پدافندی در دریا، تدبیر طراحان نظامی در روز چهارم رزمایش مشترک ارتش بود. سپس این متخصصان مین رو بودند که با بخرگیری از بالگردهای بهسازی شده عملیات مین روبی را آغاز کردند. مین روبی به طرق مختلف انجام میشه، ولی نوع پیشرفتش که الان شما مشاهده میکنید که به وسیله بالگرد انجام میشه و دستگاه های مین روبی که شما الان مشاهده میکنید در دریا وجود داره، این یکی از پیشرفته ترین نوع مین روبی در دنیاست. بخشی از اراده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هشدار به ناوشکن فرامنطقه‌ای برای ترک سریع و بی‌قید و شرط منطقه. شاهده کردیم که از کشورهای فرامنطقه‌ای ناوشکن به منطقه نزدیک شده بود، قاطعانه بهش تذکر دادیم و قاطعانه دیگان شناور ناوشکن به سمتش رسیدیم که باید منطقه رو ترک کنید و منطقه رو هم ترک کردن. ارتباطی هم داریم با فرمانده نیروی دریایی ارتش در محل رزمایش، امیر دریادار سیاری. سلام. چهارمین روز رزمایش با محوریت عملیات یگانهای نیروی دریایی ارتش انجام میشه. از جزئیات رزمایش امروز بفرمایید لطفا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان این برنامه. خب امروز چهارمین روز رزمایش مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رو پشت سر میگذاریم. امروز روز اقتدار و نمایش قدرت مینریزی و مینروبی یگانهای شناور سطحی، زیر سطحی و پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است. در این عملیات قدرت مینریزی و قدرت مینروبی رو ما به معرض نمایش میگذاریم و ثابت میکنیم که توانمندی این رو داریم که در این منطقه وسیع و گسترده دریا این مأموریت و این عملیات بسیار مهم و استراتژیک رو با موفقیت به انجام برسونیم و ثابت کنیم که اگر نیاز باشد هر منطقه‌ای که توسط دشمنان و کسانی که قصد دارند مسیرهای عبور و مرور و تردد کشتی‌ها را ناامن کنند به وسیله مینریزی، ما قادر هستیم در کمترین زمان ممکن مینروبی کنیم، مینشکاری کنیم و امنیت را به منطقه باز بگردانیم و همینطور این قدرت و توانمندی را داریم که هر جایی که لازم باشد برای دفاع از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران عملیات مینریزی رو و انجام برسانیم. همینطور که در بخش‌های قبلی هم به اون اشاره شده، بحث عملیات مینریزی و مینروبی در دریا از فناوری بالایی برخوردار هست و از ویژگی‌های آن داشتن تخصص لازم و آموزش بالای کارکنانی است که مسئولیت انجام این عملیات را در ناوشکن‌ها، زیردریایی‌ها و انواع وسایل پروازی را به عهده دارند. این عملیات به خوبی در روز چهارم به انجام رسیده است. بسیار سپاسگزارم امیر دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش. اجرای عملیات مینریزی پدافندی در محدوده منطقه رزمایش به منظور جلوگیری از نفوذ دشمن به آب‌های ساحلی بخشی از تمرین امروز نیروی دریایی بود که مأموریت اجرای آن بر عهده شناورهای سطحی، قایق‌های تندرو، زیردریایی‌های سنگین کلاس طارق و شناورهای بومی بود. ما برای دفاع از مرزهای آبیمون، برای دفاع از منابعمون و برای دفاع از منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد آمادگی داریم، اقتدار داریم، توانمندی داریم و هر جا که لازم باشد از این توانمندی استفاده می‌کنیم. مینروبی در محدوده منطقه رزمایش نیست که نیروهای مهاجم برای آسیب رساندن به خطوط مواصلاتی و عبور و مرور شناورها و همچنین کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها اقدام به مینریزی کرده بودند، در این مرحله رزمایش تمرین شد.
خوشبختانه با استفاده از قابل توانمندی های متخصصان داخلی و عزیزان ما در بخش هوادریایی نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران این قابلیت بهینه سازی شد، تجهیزات آماده شد و شاهد بودیم که توسط بالگرد RH عملیات شکار مین به صورت عملی انجام شد و این توانمندی در نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران الحمدلله امروز به ظهور و عینیت رسیده. هواپیماهای سوخو 24 نیز با شلیک راکت‌های بهینه سازی شده توسط متخصصان جوان کشور اهداف شناور در دریا را منهدم ساختند. امروز همچنین یک فروند هواپیمای شناسایی نیروی دریایی در مأموریت خود با هشدار به ناوشکن‌های فرامنطقه‌ای آنها را مجبور به ترک منطقه رزمایش کرد. این هشدار در پی ورود ناوشکن‌های فرامنطقه‌ای به محدوده برد موشک‌های نیروی دریایی ارتش صورت گرفت و موجب شد بلافاصله پس از دریافت اخطار این دو ناوشکن منطقه رزمایش را ترک کنند.